الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما فرهیخته گرامی، خواهر عزیز، برادر محترم، هموطن مهربان من، هموطن کتاب دوست و کتاب خون من. با برنامه باغ کتاب در خدمت شما هستیم. معرفی کتابی تحت عنوان گندم. من قبلش میلاد با سعادت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تبریک میگم خدمت شما و میخوام گردآورنده این کتاب زیبا که در قطع جیبی پالتویی بهش میگن چاپ شده توسط انتشارات محترم محمل و به همت دوست و ذاکر اهل بیت جواد هاشمی عزیز که خیلی آقا سید جواد میشناسنش، این کتاب به زیور طبع آراسته شده و شخص شخیص جناب جواد هاشمی متخلص به تربت هم در خدمتشون هستیم، مهمان برنامه ما هستن. آقا جواد بسم الله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. من هم عرض تبریک دارم. انشالله که در این دهه با فضیلت کرامت از کرامات کریمه اهل بیت و برادر بزرگوارشون سایه سرمون، سایه سر کشورمون آقا علی ابن مصرزا علیهما آلاف و تحییت و سنا هممون برخوردار باشیم در خدمت انشالله. آقا جواد عزیز محترم، چند تا کتاب رو بر وزن مفتعلون فاعلات مفتعلون فع این وزن زیبا رو آقا جواد عزیزمون سه تا کتاب رو تحت عنوان گوهر گوهر، دریا دریا، گندم گندم چاپ کردن انتشاراتشون و اشعاری رو که برای خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها با قافیه‌ای که مختوم شده به حرف را رائیه که با اسم زیبای گوهر گوهر انتخاب کردن و با وزن مفتعلن فاعلات و مفتعلن فع سروده شده و همینطور قافیه هایی که مختوم به الف هستند، الفیه میگفتند بهشون، با اسم کتاب با انتخاب زیبای دریا دریا به زیور طبع آراستند و همینطور اشعاری که در مدح و ثنای خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها سروده شده در وزن مفتعلن فاعلات و مفتعلن فع رو با قافیه میم که وزن قم باشه با نام شریف گندم گندم چاپ کردن. یه توضیح مختصری بفرمایید در این رابطه. شما که الحق و الانصاف توضیح خوب گفتید. زنده باشید. از زبان استقبال شما استقبال سلامت باشید. استقبال تو ادبیات میدونید دیگه بالاخره یه اتفاقه. دلایلشو نمیخوایم الان بهش بپردازیم. بعضن شعرا به همون وزن، به همون قافیه، اگه مردف بوده به همون ردیف و با همون موضوع یه قصیده ای رو استقبال کردن، یک شعری رو استقبال کردن. دو کتاب دریا دریا و گوهر گوهر رو که شما فرمودید به تناسب ایام گندم گندم و من چند جمله عرض کنم. قصیده ای داره سروش اصفهانی شاعر زمان ناصرالدین شاه، درسته، در موضوع و تکریم و تمجید حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ای حرم کبریا حریم تو در قم، چرخ نگفته است با مقیم درت قم. به به. این قصیده که در صفحه 17 هم این کتاب هست استقبال هایی داشت. این مجموعه جمع جور کلن 14 شعر رو پوشش داده، 14 شعری که همه بر این وزن هستن، همه با موضوع حضرت معصومه سلام الله علیها هستن. البته اکثر قصیده بوده، یکی دو تا مخمس داریم ولی باز وزن همینه و اون بیت مصرع عقد حالا بگیم، بله، مصرع پنجم باز تبعیت از همین میم داره. به به. واسطت العقد ای حرم کبریا حریم تو در قم، چرخ نگفته است با مقیم درت قم. قم به عربی یعنی برخیز، بلند شو برو. مثلا یه ضرب المثل هست میگه ایها القاضی به قم قد ازل ناکف قم
این قم رو اینجا به صورت جناسه تام سروش اصفهانی در بیت اول آغازین شعرش. اگر اجازه بدیم من دو سه تا اسم بدارم. بله بفرمایید. مثلا استاد علی انسانی، استاد غلامرضا سازگار، استاد و زنده یاد سید رضا مؤید، اینا بزرگوارانی هستند که از معاصر به همین وزن و همین وزن و همین موضوع شعر دارن و بعضن شعرهایی که مثل تایی شمیرانی، حالا شاید بعضی از بینندگان فریخته دنبال کنن این مطالب و تایی شمیرانی شاعر معاصر اگرچه پنج مجلد بسیار خطور بعضن دارد، قصیده‌ای که در این کتاب اومده در هیچ یک از اون پنج مجلد نبوده. یا ناجی قمی هنوز دیوان منتشر شده از اون من ندیدم. از تحفه الفاطمیین که چند مجلده و جمع‌آوری راجع به شعرا و بزرگان قم هست، این شعر رو پیدا کردم و در این مجموعه آوردم. و شعرایی که تو این مجموعه هستن بعضن شعرشون اگر در دیوانشون هم بوده اینجا کاملتر به 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 اسناد دیگه پیدا کردیم، مطابقت کردیم، از دیوان اون شاعر کاملتر اینجا نقل شده. خدا توفیق بده به شما. ضمن اینکه قدیمی ترین شعر موجود برای همون سروش اصفهانیه، چون دیگران تبعیت کردن. و جالبه که سروش بعد از قصیده متول خودش عرض ادبش رو ببینید چه مضمونی آورده. 300 خواهم قصیده گفت به مدحت، 300 خواهم قصیده گفت به مدحت، وین به مدیحت مرا قصیده سیوم. به به ماشاءالله. عرضه می‌دارد که بی بی جان این تازه سومین قصیده منه. من میخوام دوست دارم 300 تا شعر بگم، قصیده بگم برات. بله خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. و من دست مریضات میگم، خدا قوت میگم به شما. این کتاب ها بسیار براش زحمت کشیده شده واقعا. پاورقی ها و بله من نگاه میکردم هر و استقبال ها و اتفاقایی که در پاورقی افتاده به اندازه خودم دوست داشتم پروپیمون باشه، اگرچه ظاهرش ظرف کوچکی است. حالا همین فرصت استفاده کنم، خود آقای طهماسبی قصیده فاطمی دارن در همین وضع و مقفا به حرف الف که انشالله امیدوارم بتونم دریا دریا و گوهر گوهر رو تجمیع و تلفیق کنم و از قصایدی که بعدم به دستم رسیده بهره ببرم و در اون تجمیع استفاده کنم. انشالله. اینم حسن استفاده که در این فرصت کم میتونستم. خدا به شما توفیق بده و امثال جواد هاشمی عزیز رو حفظ کنه برای ما. سلام. و قدرشون رو بدونیم و مردم با این چهره ها آشنا بشن، کسانی که برای شعر این سرزمین زحمت میکشند و در معرفی شاعران دورافتاده و گمنام، من دیدم که در انتشارات خودشون، انتشارات محمل، بسیاری از شاعران معاصر و همینطور متقدم رو دیوانشون رو تصحیح کردند و اونها رو به جامعه ادبی کشورمون معرفی کردند و تو گویی که جانی دوباره دادند به اون شاعران با معرفی و چاپ آثارشون، چرا که گرد زمان و گذشت دوران نشسته بود، زنگار گرفته بود، شما این گرد و غبار رو به یک سو زدید و اون آینه رو دو مرتبه شما براق کردید و انعکاس دادید برای بینندگان عزیز و خوشذوق و فرهیخته ما که از قاب وزین شبکه دو برنامه باقی کتاب رو میبینند و شعر رو دنبال میکنند به صورت جدی. آقای طهماسبی شاید بعضی مخاطبین میدونم تجربهشو دارم دنبال میکنن بگن خب این محمل چطوری است، چون ما امسال تو حرف میم نیفتادیم. اجازه میخوام راهرو 19 قرفه 428، راهروی 19 قرفه 428 یا علی انتشارات محمل. حتما سر بزنید. آقا جواد هاشمی متخلص به تربت هم اونجا حضور دارند و میتونن راهنماییتون بکنن. آقا جواد خیلی محبت کردید، دستتون درد نکنه. دست شما درد نکنه، محبت کردید، زنده باشید. خدا توفیق بده به شما. امیدواریم که کارهای بهتر و بیشتر از شما ببینیم و
بهرمند بشیم از وجود زیجود شما که غنیمتیه برای ادبیات معاصر. همچنین شما زنده باشید. سلامت باشید. قربون شما. عرضی ندارم. یا علی مدد. بینندگان عزیزم شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا دیداری آینده. درود و 200 بدرود. یا علی مدد. آقا ممنونم.